تهاجم رژیم آخوندی به قرارگاه حبیب ارتش آزادی بخش. فاجعه سینما رکس آبادان. ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران. مجازات لاجوردی، سرجلاد اوین و شهادت علی اکبر اکبری. قیام قهرمانانه مردم خرم آباد. ۲۸ مرداد ۷۹، تهاجم تروریست‌های رژیم آخوندی به قرارگاه حبیب ارتش آزادی بخش. حوالی ساعت 1:15 بامداد 28 مرداد ۱۳۷۹، پاسداران و مزدوران رژیم آخوندی با عبور از مرز بین‌المللی، قرارگاه حبیب ارتش آزادی بخش ملی ایران واقع در 45 کیلومتری شمال شهر بصره را با خمپاره‌های 120 میلیمتری هدف قرار دادند. اما در اثر آتش بلادرنگ و پرحجم حفاظت قرارگاه، پاسداران کار خود را نیمه تمام گذاشتند و در حالی که فقط توانسته بودند 7 خمپاره شلیک کنند، با برجای گذاشتن شماری از تجهیزات و غلاف 10ها خمپاره دیگر، با خودرو و موتورسیکلت به داخل خاک ایران گریختند. طبق مکالمات ضبط شده بیسیمی دشمن، تهاجم مزبور مشترکاً با هماهنگ سپاه پاسداران، لشکر 92 زره اهواز و با کمک مزدوران عراقی وزارت اطلاعات صورت گرفته است. در این عملیات تروریستی به مجاهدین آسیبی وارد نیامد و خمپاره‌ها به روستاهای بلادفاع و مناطق مسکونی اطراف اصابت نمود. ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، فاجعه سینما رکس آبادان. شب 28 مرداد ۱۳۵۷، در حالی که فیلم گوزنها بر پرده سینما نشان داده می شد، سالن سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد. صدها تن از تماشاچیان بیگناه در شعله های آتش خاکستر شدند. تلاش خانواده های این قربانیان برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت به جایی نرسید. پس از سرنگونی حکومت شاه، ایادی رژیم خمینی مانع افشا و معرفی عاملان این جنایت شدند و حتی آنگاه که خانواده‌های قربانیان دست به تحصن زده و خواستار پیگیری ماجرا گردیدند، مورد تعرض و تهدید مقامات سرکوبگر رژیم آخوندی قرار گرفتند. اما سالهای بعد معلوم شد که آخوندهایی که سارق انقلاب ضد سلطنتی و جزو سردمداران رژیم بودند، در این جنایت دخالت داشتند و طراحان آن فاجعه بودند. بار دیگر به اثبات رسید که آخوندها برای کسب و حفظ قدرت به هر جنایتی دست می‌زنند. اول شهریور 1350، ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران. سازمان مجاهدین در ابتدای دهه 40 خورشیدی در میهن ما بنیانگذاری شد. سازمانی که با فکر، روش و اندیشه نو و ویژگی بن‌بست شکن و روح فداکاری و صداقت برای رها کردن ایران از دیکتاتوری تأسیس شد. اما در اول شهریور سال 50، ساواک شاه در یورش گسترده به پایگاه‌های مجاهدین در تهران، ده‌ها تن از کادرهای مرکزی، مسئولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را دستگیر نمود و مجاهدین اسیر را زیر شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه قرار داد. به دنبال آن دستگیری‌ها، اقشار وسیعی از مردم به حضور یک تشکیلات گسترده انقلابی علیه رژیم شاه پی بردند و به طور گسترده‌ای به حمایت از آن پرداختند. و به ویژه در میان دانشجویان و روشنفکران، موجی از ابراز تمایل برای پیوستن به این سازمان آشکار شد. سازمان مجاهدین خلق ایران که تا آن تاریخ موفق شده بود به مدت 6 سال تشکیلات خود را از چشم ساواک شاه مخفیانه گسترده کند،
پس از این ضربه به دلیل پایداری بنیانگذاران و مسئولانش نه تنها مقهور ضربه نظامی نشد، بلکه به صورت نقطه امید مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه درآمد. حماسه های مجاهدان اسیر و شهیدانی که به دستور شاه اعدام شدند، بنبست مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی را گشود و سرنگونی رژیم شاه را در چشم‌انداز قرار داد. اول شهریور 1377، مجازات لاجوردی و شهادت علی اکبر اکبری. یک شنبه اول شهریور 1377 در یک عملیات متحورانه توسط شهید قهرمان خلق علی اکبر اکبری، سرجلاد اوین اسدالله لاجوردی به هلاکت رسید. علی اکبر با آتش سلاح خود سرجلاد خوناشام رژیم خمینی را کیفر داد. اسدالله لاجوردی شقی ترین فرد زمان بود که شقاوت را از خمینی آموخته بود و شکنجه تا فراسوی مرز طاقت انسان را علیه نوجوانان و جوانان مجاهد و مبارز در زندانها اعمال کرد. هلاکت لاجوردی ضربه سنگینی بر نظام پوسیده آخوندی وارد آورد و متقابلاً موج شادمانی سراسر ایران و ایرانیان در سر تا سر جهان را فرا گرفت. علی اکبر از نسل بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بود که از خیانت‌های خمینی بر پیکر مردم میهنش رنج می‌برد. او با شناخت و آگاهی از ماهیت این جرثومه خباثت و جنایت به این اقدام متحورانه دست زد و جان خود را فدای رهایی مردم ایران کرد. سوم شهریور 1379، قیام قهرمانانه شهر خرم‌آباد. تظاهرات مردم خرم‌آباد که از روز سوم شهریور 1379 آغاز گردید، در چندین روز متوالی با شدت بیشتری ادامه یافت. از 5 شهریور که قیام مردم خرم‌آباد اوج گرفت، نیروهای سرکوبگر رژیم به سرکوب مردم دست زدند. سردمداران رژیم که به شدت از گسترش قیام خرم‌آباد وحشت داشتند، اقدام به فرستادن هیئت‌های سیاسی و قضایی و نیروهای ویژه سرکوبگر از نقاط دیگر به منطقه کردند. اما حرف مردم خرم‌آباد و لرستان و حرف همه مردم ایران و به خصوص جوانان مجاهد و مبارز، جنگ آزادی بخش در برابر غاصبان حق حاکمیت ملت و سرنگونی کامل این رژیم به دست ارتش آزادی ستان بود.